حمله سپاه با 12 موشک بالستیک به اربیل عراق، درست زمانی که مذاکرات برجام با مهر ولادیمیر پوتین متوقف شده است. سپاه اعلام کرده این تهاجم پاسخ به اورشلیم و کشته شدن 2 عضو سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به سوریه است. حمله به یک ساختمان خالی در اربیل عراق حالا تنها زمین بازی را برای روس‌ها بازتر کرده، در حالی که در زمین تجاوز نظامی به اوکراین گرفتار شدند. دبیر شورای امنیت ملی حکومت اسلامی در توییتی اما این حمله را نشان استقلال جمهوری اسلامی از شرق و غرب می داند. میدان و دیپلماسی ابزارهای تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند که به تناسب برای دفاع از منافع و امنیت ملی به صورت هوشمندانه به کار گرفته می شوند. تجربه بیش از 40 سال انقلاب به مردم ایران آموخته که اتکا به شرق و غرب حقوق و امنیتشان را تأمین نمی کنند. برخلاف نظر علی شمخانی، ایران این روزها در بست در خدمت منافع شرق است. سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد برجام هم پس از بازگشت تیم مذاکره کننده این موضوع را تایید می کنند. آنچه که طرح میشه در مورد درخواست روسیه کاملا رسمی، علنی و شفاف خود روسیه گفته ما هم دریافت کردیم. این هم باید در کمیسیون مشترک بحث بشه. مثل همه درخواست‌های درست یا غلطی که هر کسی در برجام ارائه کرده، از روز اول طرف‌های برجامی در داخل برجام نکاتی را در مطرح کردن که اون نکات در کمیسیون مشترک برجام مورد ارزیابی قرار گرفته، برخیش مورد قبول واقع شده، برخیش رد شده، برخیش تعدیل شده. این هم هیچ چیزی خارج از اون درخواست‌های کمیسیون مشترک نیست. حالا نه تنها گفتگو با غرب و آمریکا، که مسیر گفتگوهای اعلام شده با عربستان سعودی هم برای نظام بسته شده است. تصویری روشن از تشدید بحران در سیاست ایران به نفع کنترل بازار نفت برای رهبر جنگ طلب روسیه. هرچند به نظر می آید علی خامنه ای از این وضع راضی است، بدون آنکه به نتایج این سیاست در آینده نزدیک و سابقه روسیه در روابط با ایران توجه داشته باشد. واقعا ناشیانه است اگر کسی پیشنهاد کنه که ما قدرت دفاعیمون رو کم کنیم که دشمنا رو ما حساس نشن. از این ناشیانه تر و ساده لوحانه تر به نظر من چیزی نیست. حضور در مسائل منطقه این عمق راهبردی ماست. این خودش وسیله استحکام نظام، وسیله قدرت نظامه. چطور اینو ما از دست بدیم وقتی چین چیزی رو میتوانیم داشته باشیم؟ باید داشته باشیم. باید دید غبار کشمکش روسیه و غرب که فرو نشست، ایران رها شده در این میدان چگونه با بحران‌های پیش رویش روبرو خواهد شد. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.